سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رام اینجا کوکتل تیوی، امروز با گرب حواشی در خدمت شما هستیم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. میخوایم با هم بررسی کنیم حواشی چند روز گذشته رپ فارسی رو، به علاوه رمز و رازهای عجیب ترک جدید پوریا پوتک به اسم شاخ مارکت کیه. میریم که با هم داشته باشیم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی، همچنین کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نریزه. دمتون گرم، بدون حرف اضافی میریم که با هم این ویدیو رو داشته باشیم. بهمن دیو طبق معمول این چند وقت گذشته که تو اینستاگرام خیلی بین اون میپره، چند تا تیکر رو به امیر تتولو انداخته بود و یه ریلز شیر کرده بود که به هر حال اونو مسخره کرده بود. قبل اونم دو سه تا استوری گذاشته بود از زوزه کشیدن یک سگ هاسکی و میگفت این اگه کنسرت بذاره من میرم. هم خوش صداتره، هم این که فوش مادر نمیده. تمرین هنر پیشگی با دیو، نقش امروز تتل. سامان ویلسون بده، شایه بده، حسین ابلیس بده، اون دوست دختر لشک بسرم که شبیه مریم رجفی بود بده، سروش بده، لوله اگزوز خاورانه نمیگم، هیپاپولوژیست میگم، اون بده، همه بدن به جز من تزریقی که تو هر آهنگم به همه فوش مادر میدم، خود گویم و خود گوزم و خود خندم، عجب مرد هنرمندم، ماشالله. سوسمار ریتو رپ فارس. سیجل دیروز استوری رو شیر کرد و تیکه رو انداخت به اتحاد، نوشت اتحاد واقعی اتحاد ما و شماست، 20 سال شد و هنوز با همیم، دوستتون دارم. صادق که مدت یک همکار یه توییت زد به این شکل، نوشت بابت این مدت که نبودم از شما عذرخواهی میکنم و از خودم تشکری. نوید اینو میده که یه تغییراتی تو زندگی خودش ایجاد کرده و احتمالاً با ترک یا آلبوم جدید اون مواجه خواهیم شد. اپیکور توییتی رو به اشتراک گذاشت به این شکل: الان وضعیت اینه، سال 1497 خورشیدی تو رپ فارسی، اگه نسل 17 با نسل 11 به مشکل بخورن، بعد نسل 9 بیاد بالاخای نسل 16 در بیاد چی؟ هشتگ رپ فارسی. علاوه بر این توییتی که از اپیکور دیدیم، امیر یک سری وایس هم گذاشت در جواب به تیکایی که کوروش وانتونز تو آخرین پادکستی که داشت به امیر انداخته بود. وایس ها رو با هم میشنویم. فقط جا داره یه نکته من اشاره کنم، ما سرعت وایس ها رو میبریم بالا برای اینکه تایم ویدیو طولانی تر نشه. اگه احساس کردید که بعضی جاها رو نمیتونید درست متوجه بشید از وایس، یه آپشن اون پایین هست که میتونید سرعت ویدیو رو بیارین پایین. اگه نصف کنین راحت همه چی رو میتونید، اگه متوجه نشدید میتونید راحت اینجوری این مشکل رو برطرف کنین. بریم با هم بشنویم. این شغالی که باز اومده گوخوری کرده، زرزر کرده، دوباره خواسته خودش نشون بده. ببین همه میدونن، همه میدونن که ما اصلا 8 سال خودتون رو پاره کردین، 8 سال خودتون رو پاره کردین، ما اصلا شما رو آدم حساب نمی‌کردیم، اصلا آدمش نیستیم که دنبال این ماجرا باشیم. خب اگرم وارد بیف شدم با پارسال به خاطر اینکه خب خود دیدی یه جوی به رپ فارسی دادیم و خواستیم یه خود خواستم مثل خود بچه باشم و بچه بازی در بیارم، یه ذره بازی جذاب شد. الا اصلا آدم همینم نیستیم ما. خب تو میگی نمیدونم اینا خزن فلانن بیسارن، من انگشتر عقیق، من انگشتر عقیق دستم میکنم، کلاه عرقچین ایرانی سرم میذارم بخاطر اینکه دوست دارم اصالت خودم رو حفظ کنم. مثلا تو چاغال نیستم که ابنه ای، آخه تو اومدی راجع به ما داری نظر میدی، تو اصلا چیت به ما میخوره راجع به ما نظر میدی اصول، اصلا کجات به من میخوره؟ تو اصلا تفکرت کجاست؟ تو تفکر داری اصلا؟ من همینم باغبون ببینم اصلا تو میتونی درک کنی اون آهنگو؟ من همینم جمعه شب تو میتونی درک کنی اصلا اون آهنگو؟ تو چیت به ما میخوره آخه چاغال؟ فازای ما مشخصه با هم فرق داره، مشخص اصلا فازای ما با هم فرق داره، اصلا نیازی تو بگی اینو. فازای ما با هم فرق داره چون من به خاطر عشق به کارم کار میدم، تو به خاطر پول و داف و کوچیه کار میدی. تو فقط تو فکرت اینه که مثلا دغدغه تو واسه آینده اینه که هیچه. من به خاطر چی کار میدم؟ من به خاطر عشقم کار میدم، به خاطر داداشم حسین هنوز دارم کار میکنم، همه میدونن که من داشتم کار میذاشتم کنار، همه کسایی که شاید به خودم در ارتباط باشن میدونن که من داشتم کار میکنم، خودشون بپرس من داشتم کلا میذاشتم کنار، من به خاطر زنده نگه داشتن حسین دارم کار میکنم، تو به خاطر پول داری کار میکنی، به خاطر کوسیر داری کار میکنی، من به خاطر اینکه چهار تا دیدی که مثلا نسبت به این مسئله تو اجتماع دارم دارم کار میدم، تو به خاطر پول و کوسیر داری کار میکنی. معلومه فاز ما میفهمم کنم اصلا ما یه جای دیگه این، دقیقاً همونطوری که میگی ما یه جای دیگه این، تو یه جای دیگه ای کلا. چی ما به هم میخوره شغال؟ اصلا دنیای ما به هم نمیخوره به خاطر اینکه من زندگیم، اصل زندگیم داره تو بیزینس خارج از موزیک میگذره، یا توی چه میدونم متشات مستند علمی اوقات فراغتم میگذره، مسائل سیاسی رو نگاه میکنم اوقات فراغتم با این چیزا میگذره. من شما چی؟ شما تخم مرغ سر هم دیگه میشونید ویدیوهاتون تو یوتیوب ببرین بالا، اصلا خودت هیچ جوری هم مقایسه نکن که بخوای بگی نمیدونم دنیای اینا متفاوته. معلومه دنیای ما با هم متفاوته، تو برو تخم مرغ تو سرش میدونم کاپل رفیقت فلان بشون اصلا کلا به ما نمیخوری، اصلا ژنتیکی به هم دیگه نمیخوریم ما شغال. من آهنگ هیتم بدم به خاطر پول نمیدم، همه اینو میدونن. من آهنگ هیتم بدم به خاطر نمیدم که چهار تا مخاطبی که دنبال کوسیه، چهار تا مخاطبی که میاد دنبال کوسیه میگردن یا تو رو گوش میکنه، بعد چهار تا کوسیه هم تو میگی تو مخش بیاد چهار تا آهنگ منو گوش کنه، من چهار تا چیز مفید بکنم تو مخش، چهار تا مسئله مفید بکنم تو مخش، دیدگاه یه دیدگاه باحال رو بیارم باش به اشتراک بذارم، چهار تا کار هیت میدم بعد میام یه باقبون میدم اون یکی بفهمه. خب اصلا دنیا ما هم نمیخوره، اصلا قدرت ما یکی نکن شغال، تو شغالی.
ما اصلا شما رو نه رقیب میدونیم نه رپر میدونیم نه چه میدونم هیچ چی، من تو هیچ چی نمیبینم من. اوکی شما اینکه 10 سال همیشه خودتون رو رقیب ما دیدید، ما رو رقیب خودتون دیدید، اصلا بابا این فضا رو کلا جدا کن از هم دیگه، کلا فضا رو جدا کن. همونجوری که خودت داری میگی دنیا متفاوته، دنیا متفاوته و فضا رو جدا کن. اصلا راجع به ما صحبت نکن تو، تو اصلا به ما نمیخوری که بخوای راجع به ما صحبت کنی. کاری که ما تو رپ فارسی کردیم تو یه اپسیلونشو نتونستی بکنی. تو مسیرت اینه که تو رسالتت اینه که جاپای بقیه بذاری، رسالتت داره اینجوری پیش میره. تو بعد نگاه کنی ببینی اسطوره ها تو رپ فارسی کجا پا گذاشتن، همونجا پا بذاری، فهمیدی؟ ولی ما همیشه مسیر ساختیم. برو یه چک بکن، همیشه ما مسیر ساختیم. ما با مامیسادی مسیر ساختیم، ما با تکون بدهش هم مسیر ساختیم. الان گونده های رپ فارسی دارن تکون بده میدن میرون. یه نگاه به سابقه من، سابقت نمیکشه منو، سابقت نمیکشه، مسیرت نمیکشه، میگی تاریخت من نمیخوره. اوکی تو چی میگی؟ تو یه باید بگید من تو بهترم، تو از من بدتری، فلانی بیسالی، من خفنم تو تخمی، نمیدونم من با من دوست دخترم فلانم، تو با دوست دخترت بیسالی، همین رو باید بگی دیگه. اگه بخوای رپ بخونی کوسچرم بخوای بدی، نمیدونم هیچ چه، تو چرا رفتی، من چرا اومدم، نمیدونم چرا منو ترک کردی، حالا چرا منو ترک کردی، مثلا رفتی فلان کن بیسار کن. خب میدونم همه بعدم میگن برو نام کن من چی گفتم، برو من تو انگ میام پیش داداش چی گفتم، من الان دارم چی میگم. من میگم مرگ بر دار، مرگ بر زنای کار، مرگ بر رشد گلهای پشت خار، مرگ بر بچه های بیدفاع جنگ، مرگ بر آسمون لای ابتار. ما به شر این جهان رنگ دادیم، آره فلعنت به باغ وقتی چشم لاله زاره. اصلا تو قاموست میگنجه، اصلا تو اینو بفهمی چه بسخه بگی. خب پس مرگ بر من تا وقتی تو هستی، اصلا فهمیدی؟ من اصلا تفکرم اینه، مرگ بر لعنت به من تا وقتی تو هستی، تا وقتی اجازه دادم اصلا تو دیده بشی. اوکی تفکر من اصلا اینه، بس هیچ جوره خودتو با من مقایسه نکن شغال. تو وجودیتت، وجودیتت بر اساس اشتباهات منه. اوکی امثال تو وجودیتشون بر اساس اشتباهات ماست. خالق شما ها ماییم به خاطر اشتباهاتی که کردیم، به خاطر حماقتایی که کردیم. یعنی واقعا لعنت به همه ماها، از گونده های رپ فارسی بگیر تا کوچیکاش، که یکی از کوچیکاش خودم باشم، لعنت به همه ماها که اصلا تو وجود داری. سروشیش که از دیروز دوتا توییت زد به زمانهای انگلیسی راجع به وضعیت ایران و داستانهایی که حال اتفاق میفته و همچنین اشاره کرد که باید صفحه رسمی علی خامنه ای رو ببندن. در جواب به این واکنش سهراب امجه یک پست گذاشت توی تلگرامش و نوشت خودشون صبح تا شب دنبال بستن صفحه اینستا و توییتر این و اونن، بعد به ما میگن مخبر و آدم فروش. این حواشی رو که بذاریم کنار، امروز یه سری داستانای عجیب غریب بودش. امیر تتلو رخ میداد، اونم اینجوری بود که آقا اصلا میگفت میخوایم کنسرت رو کنسل کنیم و پول اونایی هم که برای کنسرت دادن رو ندیم. این حرف اومد زد و بعد از اونم اومد یه دونه کامیونیتی پست گذاشت و نوشت امیر تتلو به علت ایست قلبی درگذشت. و بعد از اون هم دوباره اومد یه سری حرفای دیگه زد و در آخر این حرفا که خیلی من خودم متوجهش نشدم، چون میگفت طبیعت داره به ما یه سری به هر حال کدها میده، به حضرت علی گفته بود قبلا و این داستانا اتفاق افتاده بود، یه سری حرفا اینجوری، ولی در آخر اومد گفت آقا ما کنسرت انداختیم یک ماه دیرتر، یعنی میفته توی چی؟ توی مهر. و یه صحبت دیگه هم داشتیم که گفت ما شکر تو اگه شهریور بخونیم ممکنه بارون نیاد، اون موقع ممکنه بارون بیاد، حالا فضا بازتون سالن، اگه بارون بیاد که خیلی اوضاع شیر تو شیر میشه. حالا من نمیدونم داستان چی، اما به هر حال این کنسرت یک ماه افتاد عقب‌تر. امیدوارم که این کنسرت برگزار بشه و بهتر کنه. بعد از اینکه امیر تتلو این پست‌ها رو به اشتراک گذاشت، سام ویلسون اومد یه وایس گذاشت و گفت امیر تتلو خله. تتل رسما خله، رسما بقیه‌مون هم همون خلی ما، ولی توضیح داریم، میگن این مثلا روی اینه، اون یکی رو اونه فلان، ولی این اصلا اسید هم توجیه نمیکنه، بعد خله. یعنی اصلا چیزهایی که داره مینویسه و اینا عجیبه، خیلی سیکه. خب این بود از داستان حواشی این چند روز گذشته. حتما نظرتون رو تو کامنت‌ها بنویسید که ببینیم داستانش چیه و نظر شما چی بود. حالا داستانش چیه نمیدونم چی بود اینجا گفتم، ولی ببینیم که نظر شما راجع به این حواشی‌ها چی بوده و این حرفا. اما از این داستانی که بگذریم، همونطور که میدونید موزیک ویدیو جدید پوریا پوتک منتشر شده به اسم شاخ مارکت، کیه که اولین سینگل ترک آلبوم جدیدش به اسم شاخ قرمز. حالا نکته چیه، چه نکته‌ای تو این آهنگ بود که جا داره بهش اشاره کنیم؟ نکته اول اینه که اگه بیت ما ریورس کنیم میبینیم که صدای اذانه، سمپلی از اذان هست و این کار رو روش درآوردن و بیت دریلش کردن. از این نکته که بگذریم، همونطور که میدونید امروز 23 مرداد ماه هست، این آهنگ ساعت 20:13 دقیقه منتشر شد. حالا داستان چیه، چرا 20:13؟ من خودم از دیروز داشتم این فکر می‌کردم که چرا 20:13، اما بعدها متوجه شدیم که امروز اذان تهران ساعت 20:13 دقیقه و 35 ثانیه بوده، یعنی توی تایم اذان این موزیک منتشر شد. این دوتا از رازایی بود که این موزیک ویدیو و این موزیک داشت، که حالا سمپلی از اذان بود و توی ساعتی که اذان
یعنی وقت از آن بود منتشر شده. این دو تا نکته جالب بود که جا داشت بهش اشاره کنیم. حالا این دو تا نکته بود که متوجه شدیم. شما اگه نکته دیگه متوجه شدید از این موزیک میدونید توی کامنت ها بنویسید و ما به اشتراک بذارید. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.